سرخط خبر بسیار مهم. رهبر القاعده در حمله آمریکایی ها در کابل کشته شد. سخنرانی جو بایدن با زودترین فرصت در این مورد: آیا زوال طالبان نزدیک است؟ جنگ داخلی خطرناک و وحشتناک در عراق نزدیک است دوباره آغاز شود. ساحات تاریخی بامیان توسط طالبان مکمل حذف شدند. درگیری های تازه میان داعش و طالبان در مزار شریف که باورتان نخواهد شد. ایجاد یک تلویزیون توسط شخص خود لطف‌الله نجفی زاده. این کانال از چه قرار است؟ سلام، با سرویس اطلاع‌رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید. تظاهرات مخالفان صدر در بغداد. آیا تنش‌ها در عراق تشدید می‌شود و جنگ داخلی رخ خواهد داد؟ هزاران نفر از مخالفان مقتدا الصدر روحانی بلند پرواز شیعه در عراق روز دوشنبه 1 اوت در اطراف منطقه حفاظت شده موسوم به منطقه سبز بغداد که ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آنجا واقع شدند تظاهرات کردند. طرفداران مقتدا الصدر چند روز قبل پارلمان عراق را برای دومین بار متوالی به تصرف خود درآوردند و در آنجا تحصن برپا کردند. مخالفان صدر گروهی از احزاب و شبه‌نظامیان هستند که بیشتر با ایران همسو هستند. آنها که با عنوان ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق شناخته می شوند اعلام کردند که حرکت اعتراضیشان در روز دوشنبه با هدف محافظت از نهادهای دولتی در برابر صدریست ها انجام شده است. طرفداران مقتدا الصدر اعلام کردند که منتظر فرمان او هستند. هواداران صدر هفته گذشته دو بار به آسانی به پارلمان عراق یورش بردند و هر بار نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند. با این حال سازماندهندگان تجمع اعتراضی روز دوشنبه از شرکت کنندگان خواستند تا وارد منطقه سبز بغداد نشوند و فقط پرچمهای عراق را حمل کنند. یکی از فرماندهان یک گروه شبه‌نظامیان طرفداران ایران در گفتگو با رویترز وضعیت در عراق را بسیار پیچیده ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرده که خداوند عراقی ها را از جنگ بین برادرانشان نجات بدهد. این فرمانده که نامش فاش نشده است گفت که اگر اوضاع در عراق از کنترل خارج شود کل منطقه را نابود خواهد کرد. با این حال برخی خبرها از وجود اختلافات نظر میان رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان حکایت دارند و گونه ای که برخی از اعضا خواستار خویشتنداری هستند و برخی دیگر بر برخورد قاطع تر تاکید دارند. جریان صدر در انتخابات ماه اکتبر توانست صاحب بیشترین کرسی در پارلمان عراق شود، اما پس از شکست در تشکیل دولت همه نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرد. از آن زمان به بعد صدر از طریق پیروان وفادار خود که بیشترشان از میان شیعیان طبقه کارگر در محله های فقیر نشین بغداد و سراسر جنوب عراق هستند مانع از تشکیل دولت توسط رقبایش شده است. پارلمان عراق باید رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور را انتخاب کند، اما این موضوع با توجه به تصرف پارلمان توسط طرفداران صدر امکان پذیر نیست. صدری ها خواستار برگزاری انتخابات جدید و تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی در عراق هستند. این در حالی هست که به گفته برخی از کارشناسان مقتدا الصدر یکی از ذینفعان اصلی این نظام سیاسی است. بنان به قوانین اساسی عراق که در سال 2006 منصوب شده است، نهادهای حکومت بر اساس یک نظام سیاسی قومی مذهبی میان شیعان، سنی ها و کردها تقسیم می شود. خبر بعدی، خطر حذف ساحات تاریخی بامیان از فهرست سازمان یونسکو. گروه طالبان در ولایت بامیان با تازگی اقدام و بازسازی بازار کهنه شهر بامیان که در مجاورت بودای بامیان قرار دارد کرده است. بازار کهنه بامیان از جمله بخش‌های مهم ساحات حفاظت شده یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و ثبت میراث‌های جهان است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، مجسمه‌های خوابیده شماری از معابد و مقبره‌های تاریخی دوران کوشانی در ساحه بازار کهنه و ساحات پیش روی مجسمه های سلسال و شهنامه واقع شده است. بر اساس ماسترپلان فرهنگی بامیان قرار بود در ساحات بازار کهنه بامیان یک پارک باستانی ساخته شود و به محل توریستی و تحقیقاتی تبدیل شود. این اقدام طالبان با دستکاری و بازسازی بازار کهنه بامیان نگرانی ها در مورد ریزش و فرو ریختن بقای بودای بامیان و هزاران مغاره و معبد در این ساحه را به میان آورده است. در سالهای گذشته بر اساس تاکید محققان باستانشناسی، رفت آمد و وسایط نقل سنگین از بازار کهنه برای جلوگیری از ریزش کوه و ترک برداشتن بقای مجسمه ها و معابد ممنوع شده است. از سوی هم
دولت‌های پیشین افغانستان و جامعه جهانی تعهد سپرده بود که از میراث‌های جهانی نگهداری و حفاظت می‌کند. از این رو سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو بامیان را در سال 2003 ثبت میراث‌های جهانی کرد. این اگر نگرانی‌ها وجود دارد که اگر ساحات تاریخی ثبت شده حفاظت نشود، خطر حذف بامیان و 7 ساحه تاریخی آن از لیست میراث‌های فرهنگی بشریت وجود دارد. کرومه پرازم به خبری که هیچ کسی باورش نمی‌شود، رهبر القاعده در حمله آمریکا در افغانستان کشته شد. منبع بی بی سی، اطلاعات روز، طلوع و دیگر کانال‌های بی نهایت معتبر. کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور بایدن ساعت 7:30 عصر امروز به وقت آمریکا درباره یک عملیات موفقانه ضد تروریستی سخنرانی کند. در صفحه تویتر کاخ سفید جزئیات بیشتر داده نشده است، اما ساعت پیش زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرد که روز گذشته آمریکا اهدافی را در منطقه شیرپور شهر کابل هدف حملات هوایی قرار داده است. همزمان خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این حمله علیه رهبر گروه القاعده صورت گرفته است و در آن ایمان‌الله الظواهری رهبر این گروه کشته شده است. آیا این لکه سیاه ننگین بر روی طالبان که تازه رخ داده است موجب سرنگونی این حکومت خواهد شد؟ نظرتان در این مورد حتمی و ضروری است. خبر بعدی، درگیری طالبان و داعش در مزار شریف. یک طالب کشته شده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت بلخ میگویند که در نتیجه درگیری نیروهای این گروه و اعضای داعش در مزار شریف یک طالب کشته شده است. این درگیری پس از چاشت امروز در ساحه ناحیه چهارم شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رخ داده است. محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در بلخ گفت که در این درگیری یک عضو داعش بازداشت شده است و 2 نفر دیگر موفق به فرار شدند. وزیری تایید کرده است که در این درگیری یک عضو طالبان نیز کشته شده است. منابع مستقل تا اکنون درباره این درگیری چیزی نگفتند. طالبان طی روزهای اخیر در برخی از ولایت‌های دیگر نیز از درگیری نیروهای خودی با اعضای داعش خبر دادند. این در حالی است که مقام‌های طالبان می‌گویند که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارند، اما رهبر القاعده در نزدیکی ارگ در کابل کشته می‌شود. خبر بعدی، شمار از خبرنگاران افغانستان از ایجاد تلویزیون تحت نام آمو خبر دادند. شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه افغانستان که در خارج از کشور به سر می‌برند، از راه اندازی و شروع نشرات دیجیتالی یک تلویزیون تحت نام آمو خبر دادند. در خبرنامه‌ای که در این مورد نشر شده آمده است که تلویزیون آمو رسانه مستقل و بی‌طرف است که مالکیت و رهبری آن متعلق به خبرنگاران است. در خبرنامه افزوده شده است که مقر این تلویزیون در شهر واشنگتن دی سی آمریکا است و شماره کوچکی از خبرنگاران از افغانستان، منطقه، اروپا و آمریکای شمالی در آن کار خواهند کرد. با گفته دست‌اندرکاران این رسانه، نشرات دیجیتالی آمو با زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی و با محتوای متنوع ارائه می‌شود. در خبرنامه از لطف الله نجفی زاده به عنوان مدیر عامل و از سمی مهدی به عنوان مدیر مسئول این رسانه‌های تازه ایجاد شده نام برده شده است. این در حالی است که پس از حکومت طالبان شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان را ترک کردند و فعالیت بیشتر رسانه‌ها نیز محدود و یا متوقف شده است.